اول دفتر به نام ایزد دانا. لنگ حاکم. این هم یه روز خوبه دیگه تو این شهر. انگار هیچ خبری تو این شهر نیست، همه تعطیله. ما هم که زود اومدیم سر کار هیچ قصه‌ای برای گفتن نداریم. پس خلاص این تعطیلیه ما هم بریم یه تنی به آب بزنیم و نظافتی بکنیم. آخه جلو همون که جا خر بستن نیست. این خالخالی خودمون نبود؟ جناب خالخالی، آقای خالخالی، خالخالی جون، امروز حوصله ندارم، سر به سرم نزد. طوری شدش؟ نه آب گرمی، نه حمامی، نه نظافتی. چی؟ آخه اینم شد زندگی، همه چی مال شما آدم هاست. خالخالی حرفای بودار میزنی یا؟ بابا اصلا یادم رفته بود، الان که همومو گروه کنن. شروع میشه. حالا که خوب فکر میکنم میبینم همون بهتر که همه چی مال شما آدما. بله راستی میرزا کجوش؟ انگار تو اینا نبود. احتمالا تو خزینه تشریف دارن. خیلی خوش آمدین قربان، صفا بردین. قربان، همه چکی مونده، کجا میرین؟ بالباز اومدم به جون بگم قربان، ولی شما امون ندادید. میرزا، اون بالا تو چی کار میکنی؟ جنابی حاکم اون پایین چی کار میکنن؟ قربان، حالی الان بیرونش میکنم. لازم نیست، امروز از دنده راست بلند شدیم. خوش داریم میرزا کنارمون باشه. بله قربان، بجام دلا، کارتو شروع کن. رو چشم. آفرین. از کجا بمالم؟ از اینجا خوبه قربان؟ خوبه. قولین جیتم معلومش کجا باشه. آفرین. گوش گیر کردیم. بگه همونم میرزا داره فکر میکنه که چقدر خوبه سادم حاکم باشه. شایدم نباشه، ولی انگار بدن میزاد این حاکم باشه دار. میرزا دوست داشتی جای من حاکم بودی؟ راجشو بخنگ نه جنابی حاکم. چی؟ یعنی دوست نداری حاکم باشی؟ چطور؟ خب جنابی حاکم، من تا حالا مرگی ستا حاکم رو دیدم ها، ولی هیچ حاکمی مرگی دوتو میرزا بلد رو ندیده. بله دیگه، بله. گل گفتی نام ما رو دیدی میرزا، چند میارزه؟ والا چی بگم؟ اصلا غلام و هیچ، ما با این وجنات اگه غلام بودیم چند میارزیدیم؟ قربان شما که حاکم منتظر جواب هستن، از انتظارم خوششون نمیادم. دقل بذارین یه فکری بکنم قربان. والا به نظرم 50 سکه بیارزیم. چی؟ فقط 50 تا سکه؟ این فقط قیمت لنگیه که ما پوشیدیم. خب جنابی ها که منم قیمتی لنگ گفتم. چه تا جرد میکنی؟ جنابی ها که شما که قیمت ندارین که. بله روی درد سر میادم. میرزا چه شوخی کردی؟ بگیرینش خالخالی که هوا پسه. این چه وضعیه، لاقل خودتو خوش میکردی میرزا، دوباره چه دسته کنی به آب نادی؟ جوان سرخ سر سرخ میدهد بربا.
میرزا کجایی که هر جا باشی بهتر از اینجاست. میرزا مگه بر نگردی؟ قربانت گردم، شما اینقدر حس نکنید، کافیه دستور بدی تا میرزا رو زندونی کنیم. نه نادون، میخوام یه کاری کنیم میرزا جلوی مردم آبروش بره. بله قربان، هرچی شما امر بفرمایید قربان. پس شما به چه دردی میخوری مباشر؟ یه فکری بکن. یه فکری دارم قربان. سر حاکم به سلامت باد. معما قربان، معما. چی؟ چه عجب. معمایی میگیم که نتونه حلش کنه و جلوی همه خراب بشه. فکر کنم این دفعه میرزا بیچاره با این دست گلی که باب داده سرشو به باد نده خیلیه. خدا به خیر کنه، معلوم نیست چه نقشه‌ای دارن میکشن. امینه. عجب آرامشی. معلوم است داری چی کار میکنی خال خالی؟ با کمی مطالعه متوجه میشید که شامو باید سبک خورد. منم با این وسیله‌ای که تازه اختراع کردم در حال خوردن سالاد یونجه هستم. والا من که حرفی ندارم، ولی الانه که برسن و کی؟ کجا؟ چی؟ هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه میرزا. علیکم السلام داروغه، کی خربوزه خوردش؟ رابی چی نوشته؟ خودت که سواد داری بخون خب. اولاغو بگیرین نزدیک فرار کنه. چی کارش دارین؟ ولش کنین زبون بسه راخ. چی کارش دارین؟ نم میبرمش طویله شاهی. اگه مسابقه رو بردی چون میتونی ببری، وگرنه بیخر میشی میرزا. نه دست به من بزنی جیغ میزنم. چه دوری دارن اینا، بی خود نیست میگن آدم نفهم زد منظور داره ها. بلن خر بیخر. چرا هیچ کس چیزی نمیگه؟ میگه چی تو این نامه نوشتن؟ آهای مردم به گوش، آهای مردم، فردا مسابقه بزرگی در شهر برپا میشه، مسابقه مهم به دستور حاکم. حالا چرا اینقدر شلوغش میکنن؟ خواستش منم درست نفهمیدم چی تو نامه نوشته بودن. خال خالی عجب تبلیگی ها. اصلا اینجا راحت نیستم. چه طبیبه ای؟ میگو شون کن. در باغ در شکسته دیدم لوتی جون اونجا نشسته، گفتم لوتی جون یه ظرف یونجه، گفت باشه خلوم گرده شکسته، حاکمو ببین اونجا نشسته، این را میره و تصاب میچرخه. حالا داری 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 داری. باید بگم میرزا روز تعطیل نره همون. چه ربکی داره خال خالی؟ همه روزی تعطیل میرن نظافت. خیلی ساده است، اگه میرزا روز تعطیل نمیرفت همون، با حاکم روبرون نمیشد. اگه با حاکم روبرون نمیشد، مجبور نبود جواب سوالو بده. اگه جواب نمیداد حاکم عصبانی نمیشد. اگه حاکم عصبانی نمیشد، من الان اینجا نبودم، توی خونم داشتم رژیم غذاییمو میگرفتم. تو رو از کدوم تبله یا بردن داشته گلم؟ من که فکر نمی کنم بتونم اینجا دووم بیارم. در خدمتم جناب. چی فرمودین؟ بله، صبح روزی بعد همه جمع شدن که ببینن نتیجه مسابقه چی میشه. در خدمتم قربان. دعا کن این دفعه به میرزا نبازم. چه جوری بباشیم جناب حاکم؟ میدونید پدر خدا بیامرزتون چند نفر رو با همین معما انداختن زندون؟ خیلی قربان، این معما جوابی نداره قربان. تا حالا کسی نتونسته هم لباس به تن داشته باشه، هم لباس تنش نباشه، هم سواره میاد هم پیاده. به نظر شما چنین چیزی میشه قربان؟ میشه؟ نه که نمیشه.
این دفعه اگه ببازی به جای همون خره میبندمت به تیر. جانم تبیله شایی دیشب خوش گذشت. چی دیگی جناب راوی؟ یه سری حیوان پر افاده دوره هم جمع شدن، فقط دارن از مسافرت‌های حاکم و زینای پر زرق و برق و این چیزا حرف میزنن. آخ چی بگم، چجوری میشه کنار این جماعت به آدم خوش بگذره؟ چی چی میگوی خال خالی؟ گفتی آدم؟ حالا شما هم هی نکته نگیر، بدتر از همه این که وسایلم هم نبود، نه خلال دندونی نه مسواکی هیچی. شاید باور نکنید تمام این طویله رو گشتم، یه کتاب که هیچ، یه برگ روزنامه هم نبود قبل خواب بخونم. بله مطالعه قبل از خواب. میدونین چی میگفتن؟ چی چی میگفتن؟ کتاب که مالا خوندن نیست، خوردنی. واقعا؟ خب اینم یه حرفیه. میرزا تو رو خدا معما رو حل کن، دیگه طاقتشو ندارم. این معما حل شدنی نیست. شما از معما خبر دارید؟ بله، هم لباس پوشیده باش هم نپوشیده باش، هم سواره بیا هم پیاده، هم هدیه بیار هم نیار. آخه اینم شد معما؟ دیگه شدی الاغ حاکم. میرزا چه خبر شده مباشر؟ نمیدونم قربان. عجب فکری بکری کرده سیم میدونم عجبش نیدن میدونم واقعا که خیلی بلده. طور ماهیگیری دور خودش پیچیده که هم لباس پوشیده باشه هم نه، سواری باز شده است که پاش بزنیم برسه که هم پیاده باشه هم سواره. دست مریضات بابا. تو که گفتی از پسش بر نمیاد، پس چی شد؟ هنوز مونده قربان، هنوز مونده. ببینم باز حدیت کو میرزا. این هم از حدیه که هم باید میدادم هم نباید میدادم. نگهبانا قربان غلط کردم، منو از اینجا بیارید بیرون. غلط کردم. عجب جای بی کلاسی بود، آدمو هر جا ببندن اما به اون تیر نبندن. آدمو چه حرفام زنیا، آدم چه ربطی به تو داره کارفایی؟ خوبانو بگو ببینم بدون من به کنش بگشته.